میخواهد، آن هم از جنس امید، که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد، یک امید از ته قلب به تو گوید که خدا هست هنوز. زندگی رسم خوشایندی است، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد تو و من برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند، زندگی مجذور آینه است، زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست، زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، زیر سایه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی خوبی رو با پر از موفقیت و شادی سپری کنید. یک قسمت دیگر از برنامه رسم زندگی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام به شکل زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین این شبکه مقدس. پیرامون بحثی که داریم صحبت میکنیم، بحث شادی در خانواده، در خدمت کارشناس عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی رفعتی هستیم و از صحبت‌های زیبا و شیرین ایشون استفاده می‌کنیم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام و احترام و ادب دارم. علیکم السلام. جناب استاد توی این چند شب که خدمت شما بودیم صحبت‌هامون رو پیرامون شادی بر پایه رضایتمندی چیدیم و صحبتی که داریم میکنیم این هست که چگونه میشه به رضایتمندی رسید و گفتیم که برای رسیدن به رضایتمندی در برخورد با اتفاقات و عرضم به حضورتون پیش آمدها چند برخورد و چند باور باید داشته باشیم که این باورهامون رو باید اول تغییر بدیم، چون اصل بحث شادی و نشاط و اینها بحث درونی و روحی و ذهنی است. یعنی اول ذهنیت انسان باید اصلاح بشه تا بتونیم به اون شادی حتی در ظاهر هم برسیم. و همین خاطر گفتید که باید باورمون رو تغییر بدیم توی مسائل و توی مواجهه با مسائل. چهار مورد رو تا حالا گفتید، من این چهارتا رو تیتروار میگم تا انشالله ادامهش بدیم و موارد بعدی رو هم بگیم که حالا بعد از تغییر این باورهامون موقع باید ببینیم که چه کنیم و چجوری شاد باشیم و شادی رو چجوری میشه تحصیل کرد. مورد اول بحث خیراندیشی بود و دید خیر داشتن نسبت به اتفاقاتی که میفته. یعنی وقتی که یک اتفاقی برامون میفته این رو به باب خیر بگیریم و بگیم که خدا غیر از خیر ما چیزی نخواهد خواست. مورد دوم بحث ظاهربینی و آینده نگری بود، اینکه در مواجهه با مسائل مصلحت‌گرا باشیم، آینده نگر باشیم، نه اینکه ظاهر مسائل رو ببینیم که الان خوشیم و الان مثلا در ظاهر شاید شادی باشه، همراهش راحت باشه. و فرمودید که امام صادق علیه السلام در این زمینه گفتند که نهایت و اون نهایت کار و بهشت هست، کل خیر در نهایت عمل هست و که نهایتش بهشت، غیر از خیر همونجا نیست. مسئله سوم که فرمودید بحث مواجهه با تقدیر، این که گاهن افراد تقدیر ستیز هستند، کسی که تقدیر ستیزی میکنه و گریزان هست از تقدیری که براش خدا رقم زده، این آدم قطعا نمیتونه راضی باشه و به تبع اون نمیتونه شاد باشه. و برای شاد بودن پس باید
تقدیر رو پذیرفت. تقدیر پذیری باید داشت، نه تقدیر ستیزی. و مورد چهارم هم که در پایان قسمت قبل راجبش صحبت کردیم این بود که تعبیر ما و تفسیر ما از بحث مالکیت چیست. بعضی ها خود مالکی رو برش توافق میکنن و برش نظر دارن که به قول شما بر اساس تفاسیر قرآن دیدگاه قارونی دارن نسبت به مالکیت، و برخی این تفسیر رو خدا مالکی دارند و دیدگاهشون خدا مالکیه، همونطور که حضرت یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام این دیدگاه رو داشت و در آیات و قصهش توی قرآن اومده. و گفتیم که این دیدگاه درسته و برای رضایتمندی باید خدا مالکی رو به عنوان باور داشته باشیم و اینکه در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ماست. این نکاتی بود که در قسمت گذشته صحبت شد پیرامونش. حالا قرار شد ادامه بدیم این نکات رو اونجور که فرمودید. ما در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. ممنون متشکر هستم از مقدمه‌ای که بیان فرمودید و خلاصه‌ای که از خواهش میکنم بزرگوار هستید. از این چند شب به هر حال خلاصه بحث رو ارائه کردید خدمت شاید عزیزانی که شب اولی هست که به جمع ما پیوستن و دوست دارن شادمانی رو از نگاه قرآن، از نگاه اسلام ببینن، تفسیر دین، از شادکامی، از شادمانی، از لذت چیه و بعد راهکارهای رسیدن به این شادمانی چی هست. واقعیت مطلب این هست، این مطلب رو باز تأکید میکنم که مسئله شادمانی زیر بناهای بسیار مهمی داره. واقعا مانند یک ساختمان بزرگ و عظیم الجثه هست که ابتدا باید پایه های اون رو درست و محکم در زمین شخص قرار بده و در غیر این صورت نمیتونه اون ارتفاع لازم رو و اون زیبایی ها رو در نقش و نگار روی اون بنا بکنه. چاره این نیست جز این که این مسئله رو از باب نظری مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. ببینید اگر من یه خانه قیمتی داشتم، یه وسیله نقلیه قیمتی داشتم، این به این معنا نیست که من شاد هستم، چون خیلی ها دارن این امکانات ظاهری رو ولی شاد هم نیستن. و از اون طرف اگر من نداشتم مال و ثروتی، به این معنا نیست که شاد نیستم. هستند افرادی که دستشون از مال دنیا تهی هست ولی در این حال شادتر از ثروتمندان هم دارن زندگی میکنن. برای خوابشون نیاز به قرص اعصاب که ندارن، هیچی، یک خواب بسیار شیرین، بسیار لذیذی دارن. پس بنابراین همه چیز خلاصه نمیشه در مال و ثروت و پدر اون چنانی و فک و فامیل اون چنانی و این مسائل. نه، مسئله زیر بنایی تر از این هاست. ما باید نگاه خودمون رو نسبت به مسائلی که در ارتباط با شادمانی هست و پیوند نزدیکی با این بحث داره، مؤلفه های مهم تشکیل شادمانی هست، اینها رو باید نظر خودمون رو ببینیم چجوریه. بشینیم کلاه خودمون رو قاضی کنیم، ببینیم من چجوری نسبت به این مسائل نگاه میکنم. اگر با صبر و حوصله این بحث رو که یه مقداری زیاد بازش کردیم ولی چاره هم ازش نبود جناب آقای رهنمایی، یعنی بله، که بدون ورود به این بحث میتونستیم وارد یه سری بحث های روبنایی بشیم، راهکارهای مختلفی که اهم از جامعه روانشناس ها و همینطور بعضی از ظواهری که در دین هست، روایات مختلف که انشالله اشاره خواهیم کرد، میتونستیم وارد اون بحث بشیم ابتدا. منتها احساس میکنم اون بحث اساسی و ریشه‌ای نخواهد بود. مهم پایه ها و اساس بحث هست که این شبها داریم گفتگو میکنیم، بحث میکنیم. مثلا همین موضوعی که دیشب مطرح کردیم به عنوان خدا مالکی، همین موضوع میتونه به انسان آرامش بده. اصلا این که انسان گرفتار غم و اندوه و اضطراب میشه به خاطر چیه؟ به خاطر که فکر میکنه مال خودش بوده حالا از دست داده.
مال خودش بوده از دست داده. ولی اگر این همچین تصوری رو نداشته باشه، ما گفتیم باید اصلاح کنیم نگاهمون رو نسبت به عطاء خدا و اخذ خدا، یعنی اون چه که خدا میدهد و اون چه که میگیرد. ما معمولا به اشتباه میگیم خدا گرفت، در حالی که این درست نیست. گفتیم خدا پس میگیرد، نمیگیره، خدا پس میگیره. یعنی یه وقتی عطا کرده حالا پس میگیره. خب عاریه رو انسان باید به صاحبش برگردونه، امانت رو انسان باید به صاحبش برگردونه و این دیگه ناراحتی نداره، این اصلا قصه نداره. این که من گرفتار ناراحتی میشم از اینکه یه چیزی داشتم حالا از دستم رفته، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فکر میکنم مال خودم بود. نه، مال من نبود، امانت خدا بود. حالا یه وقتی دوست داشت عطا کنه، عطا کرد و انشالله شکرگزارش هم هستیم. یه وقتی هم دوست داشت بگیره، اخذ میکنه و باید حمدش هم به جا بیاریم. اهل بیت علیهم السلام وقتی بلا هم میدیدن، عرض کردم، حمد خدا به جا می آوردن. پیغمبر معروفه وقتی خبر خوشی به پیغمبر میدادن، بلا فاصله پیغمبر میفرمودن الحمدلله علی هذه النعمه. خیلی پیغمبر شکور بود، خیلی شاکر خدا بود. حتی گاهی رو شتر سوار بودن، رو اسبی سوار بودن، مثلا مرکبی سوار بودن، یه خبر خوشی به پیغمبر میدادن که همچه اتفاق خوبی افتاده، پیغمبر پیاده میشدن از مرکب، همونجا سجده شکر به جا می آوردن. حالا شما بخواید تصور بکنید یه همچه صحنه ای رو در جامعه امروزی ما، صحنه خیلی عجیبی. آره، مثلا سوار ماشینی، موبایلت زنگ میزنه، جواب میده، حالا هرچند در حالت رانندگی هم نباید با موبایل صحبت کرد، بعد صحبت میکنی، یه خبر خوب بهت میگم، بزنی کنار، پارک کنی، سجده پیادشی، سجده شکر به جا بیاری، بعد ادامه بدی. پیغمبر همین کار رو میکردن و این نشون دهنده ارتباط وثیق پیامبر با خدا بوده. و جالبش اینجاست که وقتی هم یه خبر بدی به پیغمبر میدادن بازم حمد خدا میکرد و میفرمودن الحمدلله علی کل حال. وقتی نعمت بود میگفتن برای نعمت خدا را سپاس، وقتی بلا بود میگفتن خب الحمدلله بر همه احوال، یعنی چون حال خوش چون حال ناخوش، خبر خوش و خبر ناخوش. اون چه که پدیده ای که وفق مراده و اون پدیده ای که وفق مراد نیست، در هر دو صورت، در هر دو کنش، واکنش پیغمبر شکر و حمد الهی بود. و وقتی به پیامبر عرضه می داشتن یا رسول الله چقدر شما نماز می خونید، عبادت می کنید، پیغمبر می فرمودن الا اکون عبدا شکورا، من بنده شکرگزار خدا نباشم. خب ببینید این نشون میده که تفسیر پیغمبر و اولیاء خدا از مالکیت یک تفسیر موحدانه است. خدا مالکیه، نه خود مالکی. یه مثال عینی و ملموس بخوام بزنم که مخاطبان ما هم کاملا اون رو درکش بکنن، لمسش بکنن. ببینید دقیقا مثل یک کارمند بانک، یک کارمند بانک، اون صندوقدار بانک، اون کسی که به هر حال در ارتباط با ارباب رجوع هست، هر روز میلیاردها تومان زیر دستش میاد رد میشه. درست. اخذ میکنه، عطا میکنه، میگیره، پولا رو پس میده. گاهی چک ها با ارقام خیلی عریض و طویل، با صفرهای خیلی زیاد مینویسه، امضا هم میکنه، دست مشتری هم میده. خب شما برو بهش بگو که آقا خوش به حالت، چه چکی امروز کشیدی، چه پولی امروز دست تو اومد، چه پولایی زیر دست تو هست. یا اصلا هم خوشی نداره، من حقوق مشخصی دارم که پایان ما به هر حال به حساب من واریز میشه و اینا هم هیچ برای من شادی آفرین نیست. چرا؟ چون باور داره که مال خودش نیست، امانته. اتفاقا اگر درد دلش واز بشه به شما میگه وزر و وبالش برای منه، یه 1000 تومانیش کم بشه یا مشکلی پیدا بکنه باید از جیب بگذارم. دقت فرمودید؟ بودن بندگانی از بندگان خدا که همچی تصوری نسبت به همه نعمت ها داشتن. این چشمه مال من نیست، چشم خدا داده، مال خودش، و اگرم گرفت من بیتابی نباید بکنم که خدای چرا چشمو از من گرفتی. حضرت ایوب خدا این همه نعمت بهش داد، بعد نعمت ها رو هم ازش گرفت. حضرت سلیمان خدا این همه نعمت بهش داد، نعمت ها رو ازش گرفت. در هر حال صبور بودن، در هر حال شاکر بودن. مال خودشه، یه وقتی عطا کرده، قوت داده، جوانی داده، مکنت داده، موقعیت اجتماعی انسان پیدا کرده، چون عزت دست خداست، عزت داده،
یه وقتی هم این شرایطی پیش میاد که به حسب ظاهر اون عزت اخذ میشه، گرفته میشه. مؤمن در هر حال راضی به رضای خداست. چرا راضیه؟ علتش چیه؟ ما اینو میخواییم بهش برسیم. اینا نقطه های مهم بحثه که این رضایتمندیه چطور حاصل شده. از اینجا حاصل شده که مال خودشون نمیدونن، مالک رو خدا میدونن. و اهمیت بحث اینجاست، ارزش کار اینجاست که حتی کار خوبی هم که بکنن دیگه مغرور نمیشن. نگاه خدا مالکانه نسبت به پدیده های این عالم و حتی نسبت به کارهایی که خود انسان انجام میده باعث میشه که انسان گرفتار غرور و تکبر و نخوت نشه، گرفتار عجب نشه. چون عجب میدونید یه بلای خیلی بزرگیه. شاید بلایی برای مؤمن بزرگتر از عجب نباشه. عجب یعنی چی؟ اصلا عجب مال خوباست. آدم های بد گرفتار عجب نمیشن. چرا؟ چون تفسیر عجب اینه که آدم یه کار خوبی انجام میده، یه نماز قشنگ، یه نماز جوندار، یه نماز مایه‌دار، یه نماز باحال میخونه، بعدش میگه آخ جان عجب نمازی بود. به غیر از جعفر طیار فکر نمیکنم کسی دیگه همچین نمازی خونده باشه. به خودش میباله که یه همچین عبادتی من انجام دادم. این اتفاق از شیطان، این از شیطانه و بد جور آدم و زمین میزنه. این عجب تا گرفتار عجب بشه انسان تمام اعمالش از بین میره و اون گناهکاری که شرمنده است، روایت داریم، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، میمونیم از بحثای اساسی خودمون، ولی روایت داریم که تا انسان گرفتار عجب بشه تمام اعمالش رو باخته و اون گناهکار شرمنده قرب و مقامش پیش خدا از اون عابد زاهد معجب به نفسه ارزشش بیشتر. چرا آدم گرفتار عجب میشه؟ چون نگاه خدا مالکانه نداره. اگه نماز خونده خب بیاد بررسی کنه کی بهش صحت و سلامتی داد، کی حیات داد، کی به او وجود داد، کی به او این قدرت و توانایی رو داد که بایستد، زبان داد که بایستد در برابر خدا، چه کسی شب و روز رو در اختیار او قرار داد، زمین و زمان و ماه و ستارگان و خورشید و همه اینا، همه چیز از آن خداست و خدا برای او فراهم کرده این توفیق رو. ولی ازا اولیا اصلا خودشون نمیبینن. اولیا خودشون نمیبینن وقتی کار خوبی انجام میشه، لطف خدا میدونن. خیلی مهمه که انسان وقتی کار خوبی انجام میده خودش رو نگاه نکنه، لطف خدا رو ببینه. نقل میکنن اینا قصه های فرضی نیست، اینا بحثاییه که رهروان این راه رو رفتن. جناب استاد اون روش رفتن نمیدونم، این بحثا خیلی تئوری میمونه، یا به قول خودتون اینا علمه؟ علمه. چجوری اینو میشه تبدیل به عمل کرد؟ راهکارش چیه؟ با تمرین، با بررسی. راهکار این که این علم رو ما تبدیلش کنیم به باور چیه؟ قدم اولش تفکره. بیام بشینم ببینم من چی از خودم دارم، بشینم کلام آغازی کنم. قرآن میگه شما فقیرید، اصلا هیچی ندارید. خب حالا که من هیچی ندارم، خدا گفت که اموالتو بده در راه خدا، بخشی از اموالتو بده، من باید ناراحت بشم؟ بعضی وقتا پولی که میخوام از خودم جدا کنم انگار جونم داره ازم جدا میشه. خیلی بده. این تفسیر خودمالکانه است از نظام زندگی. من مالکم، دارم از خودم عطا میکنم. نه، همش مال خداست. گفته 4/5 مال خوده، اون چی که زیاد میاد 1/5 مال من. خودم نیازی نداره ها. برای آزمایشه، برای که ببینه چقدر شخص توانایی این کار رو داره. بریم توی بحث راهکارها یا ادامه بدیم اون نکاتی که هست رو و باورهایی که باید تغییر بدیم و... هنوز هست این باورها، اگر سلام بدیم باورها رو پس بگیم. این نکات خیلی مهمه. حالا یکیش و فکر کنم مهمترینش همینه که الان فرمودید، تأمل و تفکر توی این بحث ها. یعنی که بشیم فکر کنیم واقعا کلا اون رو قاضی کنیم بریم چه مال چندیم با خودم. اگه مال خودمه پس چرا من قدرت نسبت به اون ندارم؟ چرا من نمیتونم همراه خودم ببرم؟ چرا نمیتونم نگهش دارم؟ جوونی مال منه؟ جوونی مال من نیست. اگه مال من بود میتونستم حفظش کنم. آره، بعضی وقتا هم میشینیم میگیم چرا نمیشه. آقا میشه، ما ناتوانیم. یعنی این ناتوانی خودمون رو اول باید خوب احساس کنیم. همین فقر خیلی مهمه. ببینید هر چقدر انسان فقر خودش رو بیشتر درک کنه، خدا را در غناش بیشتر میشناسه. اول خودشناسی نیازه برای اینکه به خدا شناسی برسه. همینطوره. یعنی
عبد خودش را به فقر هرچی بیشتر بشناسه که مثلا هیچ هم. یه مثال باز بزنم که بحث ما از اون جنبه تئوریش به قول شما بیاد بیرون عینی و ملموس بشه. بعضیا خیال میکنن رابطه خدا با خلق رابطه یه کمپانی هست با یه وسیله‌ای که تولید میکنه. یه ماشینی رو تولید میکنه میفرسته به بازار. خدا اینجوری نستجربه لا مثلا تصور کنن بلا تشبیه این چنینه. این مثال مثال غلطیه، اینجور نیست. رابطه ما با خدا رابطه یک وسیله با کارخونه سازندش نیست. رابطمون اگه بخوایم مثال بزنیم، مثالش مثال این نور هستش، نوری که این فضای استودیو رو الان روشن کرده، وصل به یک منبع نور، به یه نیروگاه، که اگر یک لحظه اون نیروگاه از کار وایسه اینجا خاموش میشه، همه جا خاموش میشه. پس ما لحظه به لحظه، لحظه‌ای که میگم کمتر از صدم ثانیه، خیلی کمتر، خیلی کمتر، ریستر ریستر که تا بی نهایت، ما از خودمون بقایی نداریم. دائم وصل به نیروی خدا هستیم، دائم وصل به قدرت خدا هستیم، دائم وصل به حیات خدا هستیم. یه همچین فقیرایی هستیم. یک لحظه غفلت از این معنا به همون اندازه ما رو یه لحظه دور میکنه از خدا. و فهم بیشتر این فقر و نیاز، اوج نیاز، ما رو به خدا نزدیک میکنه. این خودش یه راهکار عملی هست. میگن آیت الله عظمای بروجردی، ببینید اینا رهروها هستن که میگم این راهو رفتن، وقتی که میخواست از دنیا بره خیلی پریشان بود. بهشون گفتن آقا شما چرا ناراحت هستید؟ مثلا چرا گریه میکنید؟ چرا ناراحتید؟ ایشون میفرمودن که من دارم از دنیا میرم در حالی که دستم خالیه، دست خالی دارم میرم. گفتن آقا شما مسجد اعظم ساختید، یه مسجد خیلی بزرگیه، مسجد اعظم در قم اصخایی میکنه، شما مدرسه خان رو ساختید، روبروی حرم حوزه علمی هست، و بیمارستان تأسیس کردید، شاگرد تربیت کردید، دوره کتاب احقاق الحق و و شروع کردن شاگردا خدمات ایشون رو برشمردن. ایشون گفت که اینا رو بذارید کنار، من خودم از خودم خبر دارم دستم خالیه، من خودم از خودم خبر دارم که دست خالی دارم میرم، من هیچی در خونه خدا ندارم. این خیلی قشنگه، یعنی هر چه بوده لطف خودش بوده، من که کاری نکردم، من کاری نکردم. این نگاه خدا مالکانه هست که تو دعای افتتاح یه ظرافتی داره، اینو به ما یاد میده که الحمدلله الذی یخلق ولم یخلق و یرزق و ولا یرزق و یطعم و ولا یطعم. بعد این چنین هست و یمیت الاحیا و یحیی الموتا و هو حی لا یموت بیده الخیر، بیده الخیر. این بیده الخیر انه علا کل شیء قدیر، بیده الخیر رو باید فهمید، یعنی تمام خیری که از انسان، از بقیه مخلوقات صادر میشه به دست اوست، لطف اوست، بیده الخیر. این نگاه آرامش به انسان میده، میداند که مالک خداست و کاری که انسان انجام میده نزد خدای متعال میمونه، و تنها اینا هستن، چنین افرادی هستن که میتونن خدا رو شکر کنن، میتونن حمد الهی رو به جا بیارن. چون کسی که نگاه خود مالکانه داره هیچ وقت خدا رو شکر میکنه. من رفتم پول در آوردم، من رفتم دانشگاه درس خوندم، من رفتم حوزه تحصیل کردم، من بودم تلاش کردم، مال منه، علمشو مال خودش میدونه، کمالاتشو مال خودش میدونه، ولی زبط برای چی شکر کنه؟ برای چی سپاس خدا رو به جا بیاره؟ دقت فرمودید؟ اما انسانهایی که خدا مالک هستن حمد خدا، شکر خدا به زیباترین وجهشو انجام میدن و در بلاها هم صابرن، چون میدونن مال خداست، بلا هم مال خداست که عطا کرده، به همین جهت به آرامش نزدیک میشن. یک پارامتر بسیار مهمی هست. با این آیه این موضوع رو ابن ندره به پایان میبریم، گرچه بحث تو اینجا زیاده.
و میاد ولنبلونکم به شیء من الخوف والجوع، ما شما رو آزمایش میکنیم به بخشی از ترس و گرسنگی، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و نقص در اموال و از دست دادن عزیزان، و بشر صابرین، بشارت بده به اونهایی که صبر پیشه هستن. کیان حالا اونهایی که اهل صبره؟ الذين قالوا ان بل الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینا اهل صبرن، کسایی که بلا میبینن میگن انا لله و انا الیه راجعون. همینه ها، بحث ماست. خدا مالکیه، خدا مالکی، انا لله خدا مالکی، انا لله. حالا خدا داده بود گرفت، مال خودش بود دیگه. انا لله و انا الیه راجعون، این مبدأه، اونم معاده. یعنی کسانی که اهل صبر و آرامش هستن، کسایی هستن که مبدأ و معادشون رو ساختن. نمیشه، نمیشه بدون کار و تلاش اعتقادی انسان به حقیقت آرامش برسه. بله سطحی میتونه بشه، یه آرامش سطحی، یه آرامش چند روزه و موقت. یعنی امروز میلیارد تومان پول داره، خب فردا رفیقش رو میبینه که 3 میلیارد برده، 3 میلیارد داره، قصه میخوره، آرامش باز نداره. فردا با یه مشکل دیگه تو زندگیش برخورد میکنه، میبینه به اون آرامشه نمیرسه. چرا؟ چون زیر بنایی نیست. انا لله و انا الیه راجعون دلیل صبره، و صبر راهکار رسیدن به رضایتمندیه. رضایتمندی هم یعنی شادی، درست، و شادمانی. در تاریخ داریم یک شخصی به نام ابو طلحه آمد پیش پیغمبر خدا، عرض کرد یا رسول الله، دیشب یه اتفاق عجیبی تو خانه ما افتاد. پیغمبر اون چی بوده؟ عرض کرد بچه من مریض بود، جوان من مریض بود، قصه معروفیه، شنیدید لابد، که پسر من مریض بود و دم غروب همسرم به من گفت که برو مسجد دعاش کن، و من آمدم مسجد محضر شما، و بعد که برگشتم از همسرم سوال کردم بچه کجاست؟ او خوابیده، مشغول استراحت، و غذای خوبی برای من درست کرده بود و پذیرایی خیلی خوبی از من کرد و لباس خوبی پوشیده بود و پذیرایی جامعی از من انجام داد. بعد به من گفت که ابو طلحه سوال ازت دارم. گفتم بله بفرمایید. گفت اگر همسایه امانتی داده باشه بخوایم پسش بدیم مشکلی داره؟ گفتم نه، خب امانت همسر باید پس داد. ولی اگه خدا باشه چی؟ گفتم بله، اونم همینطور، امانت خدا رو پس میدیم، مشکلی نیست. گفت حاضری یه مطلبی بهت بگم که تأسف بار، ناراحت کننده است؟ گفتم بگو. گفت خدا پسرت رو، طلحه رو به ما داده بود و از ما گرفت. خدا پسر رو از ما گرفت، من برای اینکه ناراحت نشی اون رو از نگاه تو مخفیش کردم. میگه من خواستم بیتابی کنم، دیدم عجب، این زن که کانون مهر و عاطفه است، این همه صبوره، این همه بردباره. ببینید میفرمایید فقط با داشتن یک باور، یک باور. ببینید درسته این مباحث تئوریه، ولی میتونه جنبه های عملی داشته باشه، چنانچه در تاریخ نمونه داشته. با بفرمایید شما، با یکی از این پارامترها، با یکی از این پارامترها که تفسیر خدا مالکانه از نظام هستی. میگه من خواستم بیتابی کنم، دیدم این زن این همه صبر پیشه کرده، خودم رو کنترل کردم و قصه ما این گونه است، و بعد مشغول تجهیز و دفن فرزندمون شدیم و اینها. پیغمبر خیلی تعریف کردن از این خانم و فرمودن که این یکی از خانم هایی هست که به هر حال به اون درجات عالی از کمال رسیده، روایت معروفه. پس بنابراین ببینید نقش داره در زندگی عملی ما تک تک این مسائل. بله اگر صلاح بدونید وارد بقیه بعدی. من بیشتر دنبال اینیم حالا یکی یکی اینا رو بگیم، باز کنیم، بگذاریم تا اون راهکارهای تبدیل این علم رو به باور هم بگیم. این خیلی مهمه. بله البته سعی میکنیم تو هر یکی از این مواردی که میگیم اشارهی به راه رسیدن به اون هم داشته باشیم، چه بسا بحث ما تمام کنیم و
فرصتی پیدا نکنیم که این رو یواش ارائه بکنیم. بله. سومین مسئله که از لحاظ ارزیابی باید مورد پنجمین مسئله که باید از لحاظ ارزیابی اصلاح بشه در نظام ساختار فکری ما، مسئله تکیه‌گاه هست که انسان در سختی ها، در گرفتاری ها، در مراحل رشد در دنیا به چه تکیه‌گاهی باید تکیه کنه. شاید بعضی ها پدر رو به عنوان تکیه‌گاه قرار میدن، شاید بعضی ها اسم و رسمی که در جامعه دارن و اون فامیلی محترمی که دارن، یا مسائل دیگه، شاید یک کسی به پولش افتخار بکنه. متاسفانه این نگاه گاهی وجود داره در جامعه ما، میگه چه مشکلی هست که با پول نتونی حلش کنی، با پول همه چیو میشه خرید. تو این غلطه، خیلی باطله. این حرف خیلی حرف به اصطلاح غیر توحیدی هست، این حرف شرکالوده. در هر صورت این تکیه‌گاه باید اصلاح بشه. یک نگاه غلط در این زمینه وجود داره که تکیه‌گاه غیر خدایی، به هر چه انسان تکیه کند جز خدا امیدش ناامید میشه و ضرر کرده و عمرش رو باخته، زندگیش رو زیان کرده. یه روایت در این زمینه فقط بخونم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خدا به یکی از انبیا وحی فرستاد و این جمله رو بیان فرمود: و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، سوگند خورده خدا اونم به عزت و جلالش، لأقطعن عمل کل مؤمل غیر، هر کسی به غیر من امید ببنده و امیدش ناامید میکنم. خیلی رک و واضح و روشن، هر که تکیه گاهش هرچه غیر از خدا باشه. حالا این سوال شاید پیش بیاد که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام چی؟ اونها تکیه کردن، توکل کردن، در واقع توسل کردن به اونها، اون چه حکمی داره؟ اون عین توجه به خداست، توجه به ائمه معصومین. که من تا گفتم تنها خدا، یه لحظه یاد حرفایی که وهابیا میزنن افتادم، چون اونها فقط حرفشون اینه فقط خدا. خب یه بخشش درسته، اما این رو هم باید توجه داشته باشیم، همون خدا که آموزه های قرآنیش فرموده فقط خدا، خود خدا فرموده وابتغوا الیه الوسیله، در خانه من با وسائل محترمی که من قرار دادم بیای. امیرالمومنین علیه السلام دست رو سینه‌شون می‌ذاشتن، فرمودن والله انا الوسیله، منم وسیله. امام صادق علیه السلام فرمود نحن الوسیله، ما اون وسائل محکم و اون ریسمان‌های محکم الهی هستیم که باید چنگ بزنن مردم به اون ریسمان و به قرب الهی برسن. فکر کنم این بحث حل شده است. حالا مخاطبان ما لاقل بله این مباحث رو قطعا میدونن. خب گاهی خودم که یه جمله‌ای رو میگم، مثلا فقط خدا، میگم بلافاصله یاد تبلیغات سوئی که وهابی ها دارن میفتن. اتفاقا دقیقاً هم برعکسه، یعنی اگر کسی باشد که در هنگام توسلاتش، یعنی البته در روایات اینجوری به ما یاد دادند و در رسم دعا و اینها، همیشه باید با وسیله بریم، وگرنه یعنی هیچ راهی غیر از این راه نیست برای رسیدن به خدا. دقیقاً اتصال بین ما و خدا فقط اهل بیت علیهم السلام هستند. یعنی شما فرض کنید در زمان پیامبر خدا، پیامبر آمده میخواد هدایت کنه یه شخصی رو، شخصی دست رد به سینه پیغمبر میزنه، میگه فقط خدا، من با تو کاری ندارم، فقط خدا. اون خدا رو داره میخونه یا خرما رو؟ اشتباه داره میکنه، راه رو گم کرده، اون خدا نیست، اون خدای ساخته و پرداخته ذهن خودش که میخواد بهش برسه. بله، باید از طریق اولیاء خدا و ائمه معصومین علیهم السلام انسان به خدا برسه، و الا خدا مسیر دیگه قرار نداد. حتی تو ذهنم ظاهرا توی روایات مختلف داریم که گاهن میان شکایت میکنن که هرچی دعا میکنیم مثلا برآورده نمیشه، و بهشون یاد میدن که وقتی میخواید دعا کنید خدا رو از طریق ما و با توسل به ما و با قسم دادن به ما بخوانید. بله، انبیا همین روش رو داشتن از قدیم، توسل به اهل بیت علیهم السلام پیدا میکردن، و خدا نگاه نمیکنن به دعای اون کسی که
غافل از اولیاء خدا هست و عبادتی از او قبول نمی کنه که دنیای بحث دیگری. لأقطعن عمل کل معمل غیری. خداوند فرمود هر که امید به غیر من ببندد امیدش را امید کنم، با چند تا تأکید. لام حرف تأکیده، نون ثقیله باز حرف تأکیده، یعنی بخوام ترجمهش بکنم اینجوری باید گفت که قطعا یقینا هر که امید به غیر من ببنده امیدش را امید میکنم. اگر جوف شدائد غیری و شدائد و بیدی، آیا تو گرفتاری های سراغ غیر من میره در حالی که حل این گره و باز شدن این گره مشکل در زندگیش به دست منه؟ چرا جای دیگه میره؟ چرا اشتباه میره این مسیر رو؟ اگر جو سوای و انل غنی الجواد، غیر از من رو میطلبد در حالی که من بی نیاز با جود و سخاوت هستم. به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، کلید درهای بسته به دست منه، در قفل شده ولی کلیدش به دست منه. حضرت یوسف به سوی درهای بسته رفت، 7 در بسته یکی پس از دیگری برای او باز شد. خودم یه همچین امیدی به خدا داشته باشه که خدای متعال در بسته رو به روی او باز میکنه. فمالی اراه و یعمله معرضان عنی، چرا؟ بله، من میبینم که عملش به سوی دیگری است، آرزوی او جای دیگری هست، و در حالی که و انا الله ابتدی بالعطیته قبل المسئله، من خدایی هستم که قبل از این که او از من بخواد بهش عطا کردم. واقعا ما اصلا نبودیم، خدا از سر لطف ما رو آورد، این همه نعمت داد. پس بنابراین وقتی نخواسته بودیم عطا کرد، وقتی بخوایم عطا نمیکنه. جمله قشنگیه. به هر حال روایت مفصلی هست. این یک نگاه هست، نگاه به اصطلاح تکیگاه غیر الهیه، امیدی غیر از خدا نیست. این نگاه باطلی هست و باید اون رو اصلاح کرد. اصلاح اون به خدا تکیگاهی هست و توکل بر خداوند متعال. اگر کسی توکل بر خدا داشته باشه، به شادمانی و رضایتمندی میتونه راه پیدا کنه. جناب استاد یه فرصتی بگیریم، یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برگردیم باز در خدمتتون باشیم. عزیزان بیننده، یک میان برنامه عزیزانم در اتاق کنترل آماده کردن، تقدیم حضورتون میکنن. باز میگردیم در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه رسم زندگی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید پر از نور شد، انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زنش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی اسرار خدا را به پیامبر علی 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 شب مهر علی 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 گفتند دو گوینده اسرار علی 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 خواسته هایم فقط اینم بویم که این برده بازار علی بود ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی. عزیزان بیننده، ادامه برنامه رسم زندگی رو پیرامون بحث شادی تقدیم حضورتون میکنیم و حالا خاصتاً در این قسمت بحث رضایتمندی و معیارها و باورهایی که برای رسیدن به رضایتمندی و پیرو اون برای رسیدن به شادی نیاز هست که حتی داشتن یکی از این معیارها، یه دونه از این باورها به شکل کامل انسان رو بسیار بسیار کمک خواهد کرد در رسیدن به رضایتمندی و شادمانی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کلامی که حالا در موردش داشتید صحبت میکردید، بحث تکیه گاه و اینکه امید به که باید بست؟ به هیچ کس غیر از خدا. امید به کسی باید بست که چند تا ویژگی داشته باشه. جایی رو آدم باید تکیه گاه خودش قرار بده که در درجه اول قدرت کافی اونجا وجود داشته باشه، در مرحله بعد توانایی دارایی داشته باشه، یعنی اضافه بر قدرت دارایی داشته باشه، در درجه سوم علم و آگاهی، که هر یک از اینها نباشه کار لنگه. شما یه وکیلی بخوای برای پیشبرد پرونده خودت انتخاب بکنی که هر کدوم از اینا رو نداشته باشه، امکان داره کار به بن‌بست بخوره. و پایدار هم باشه، نه اینکه حالا امروز دنبال کار شما هست فردا اصلا نباشه. تمام این ویژگی‌های چهارگانه در خدای متعال هست، یعنی اینکه حی لایموت، توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کن بر اون خدایی که پایدار است، بقیه همه فانیه. قدرت داره، ان الله علی کل شیء قدیر، و ان الله علی کل شیء علیم، علم و آگاهی داره، به همه چیز آگاهی داره، و تواناییش هم داره، توانایی کار رو و قدرت اون رو هم داره. پس بنابراین تکیگاهی بهتر از اون پیدا نمیشه که انسان بخواد اونجا منشأ قدرت برای او باشه و به اون تکیه کنه. ولذا اگر کسی اینو باور کرد که تکیگاهش در مشکلات خداست، اگر به مشکلی روبرو شد میاد در خونه خود، اونجا پناه میبره، خب میرسه به آرامش. کسی که توکلش بر خداست به آرامش میرسه، چون به یک قدرت لایتناهی چنگ زده همیشگی، یعنی همیشه میتونه بهش پناه ببره فارغ از زمان و مکانه. شما هر موقع مشکلی پیدا کردی میتونی به خدا پناه ببری، و در واقع باید همیشه به خدا پناه ببری. بله، و کاری هم نیست که از دست او نیاد. عبدالله اسکندری یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه منصور نصف شب منو خواست، من خیلی ترسیدم، گفتم شاید میخواد منو بکشه مثل بقیه اصحاب امام صادق. درست. کفن پوشیدم زیر لباسم، رفتم پیش منصور. منصور گفت خیلی ترسیدی؟ گفتم بله. گفت فکر می‌کردی می‌خوام تو رو بکشم؟ گفتم بله. گفت نه با تو کاری ندارم، تو رو آوردم ناظر باشی، من می‌خوام امام صادق رو بکشم و تو شاهد باشی برام مردم بگی که من چه قدرتی دارم. امام صادق علیه السلام رو آوردن، همین که وارد شد دیدم حضرت دارن ذکر میگن، و منصور از جای خودش از رو تختش بلند شد، با عجله آمد پیش امام صادق علیه السلام و احترام کرد و اون رو سر جای خودش نشوند و خودش هم تواضع کرد و احترام امام صادق، بعدم بدرقه کرد حضرت. مدتی گذشت، گفتم منصور چی شد تو که می‌خواستی امام صادق علیه السلام رو بکشی؟ اما دیدم که مثل یه عبد ذلیل در برابر مولاش اینطوری قرار گرفته. گفت وقتی که امام صادق وارد شد نمیدونم چه اتفاقی افتاد، اما احساس کردم قصر من مثل یک کشتیه که در تلاطم دریا قرار گرفته، در یک دریای متلاطم، و هاتفی به من صدا زد که اگر یک مو از سر امام صادق کم بشه تو و قصرتو نابود میکنی.
من چاره ای نداشتم جز احترام. ببینید میگه فرداش من رفتم پیش امام صادق علیه السلام، حضرت تبسمی کرد و فرمودن عبدالله ترسیده بودی؟ گفتم بله آقا، بیش از آن که بر جان خودم بترسم بر جان شما میترسیدم و مضطرب بودم. چه کار کردید آقا؟ حضرت تبسمی کردن و فرمودن دعا دعا توکل. وقتی وارد شدم ذکر گفتم، یه دعایی بود که اتفاقا میگه من از حضرت سوال کردم چیه اون دعا، یکی دو خط دعا بود یاد من دادن. یک چنین قدرتی است که در سخت ترین حالات به داد انسان میرسه. پس دیگه جایی برای پریشانی نیست اگر کسی توکل واقعی البته به خدای متعال داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام یه روزی میخواستن برن جنگ، سپاهشون رو آماده کردن، یک منجمی ستاره شناسی آمد گفت امروز روز خوبی نیست، امروز روز نحسیه، امروز مناسب نیست برای این سفری که شما دارید میرید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که پیغمبر ببخشید منجم نداشت، ستاره شناس نداشت. حالا ستاره شناس ها نیستن به اون معنای اصطلاحیش، دعا نویسا هستن متاسفانه بعضیاشون، یا یک طیف عظیمی از این دعا نویس ها بیشتر سوء استفاده از مردم دارن میکنن تا اینکه بخوان دعایی رو ارائه بکنن. گاهی بعضی از این دعاها دعاهای معصور هم نیست، از اهل بیت علیهم السلام هم نیست، گاهی از طرق غیر شرعی کارهایی رو انجام میدن که من همینجا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم خیلی امر پسندیده و مطلوبی نیست. تا جایی که میشه انسان به هر حال پیش این افراد به عنوان دعا نویس، که غالبا بسیاری بسیاری از این افراد آدم های طماعی هستن که به طمع پول و ثروت و جیب شما این برنامه ها رو چیدن و معمولا هم با تجربه حرفایی رو میزنن، به هر حال تجربه دارن تو کار خودشون، حدس میزنن نوع مشکلات رو، یا اینکه ارتباط دارن، ارتباط های نادرستی که گاهی وجود داره و در صدد شرح و بستش نیستم. پیش دعا نویس رفتن، گاهی دعا خوندن خوبه اما پیش بعضی از این دعا نویس ها رفتن بیتوجهی به دعاهاست، بیتوجهی به توکل به خداوند متعال هستش. امیرالمومنین فرمودن پیغمبر منجم نداشت و من همچنین حرفی رو قبول ندارم و رفتن و اتفاقا پیروز هم شدن. امیرالمومنین علیه السلام توکل بر خدا کردن و من یتوکل علی الله فهو حسبه. سید الشهدا علیه السلام این همه ممانعت میکردن از حرکت امام حسین علیه السلام، توکل بر خدا کرد. شاء الله ان یرانی قتیلا، خدا دوست داره منو در لباس شهادت ببینه، من دنبال وظیفه‌ام، خواه نخواه منو میکشن، من توکل بر خدا میرم، سر به بیابون میگذارم. و میبینید که ثمره توکل رو، فهو حسبه، خدا برای او کافی است. الیس الله بکافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ شما نگاه کنید چه عظمتی سید الشهدا علیه السلام پیدا کرده. کسی که برای خدا قدم برداره، تکیگاهش خدا باشه، خداوند متعال بهترین ها رو به او عطا میکنه. من یه مقایسه بین دو تا پیغمبر از پیغمبران خدا تو بحث توکل داشته باشم، چون پنجمین راهکار خیلی مهم برای رسیدن به رضایتمندی توکل بر خداست، خدا تکیه‌گاهی هست. ببینید انبیا چجور توکل داشتن. حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام به امر خدا حرکت کرد، قوم بنی اسرائیل هم دنبال خودش راه انداخت، همه آمدن تا کنار رود نیل قرار گرفتن. فرعونی ها هم خبردار شدن، جماعت قبطی ها به همراه فرعون آمدن دنبال سبتی ها و اونها رو محاصره کردن. بنی اسرائیل خیلی شاکی شدن، بنی اسرائیل قوم لجوجی بودن و مرتب به انبیاء خودشون بهانه می گرفتند و شکایت می کردند و اینها. به موسی گفتن که خب می خواستی ما رو اینجا بکشی، دست خالی بدون شمشیر، لااقل تو شهر خودمون بودیم، تو خانه های خودمون بودیم، می تونستیم یه دیوار دفاعی تشکیل بدیم، کاری بکنیم، بدون هیچی راه افتادیم، آمدیم اینجا مقابل رومون دریا، پشت سرمون فرعون با تجهیزات پیشرفته نظامی، چیکار کنیم ما؟ به اونها خطاب کرد، گفت ناراحت نباشید، انما ای ربی سیهدی، قصه نخورید، با من
خدای من هست، من تنها که نیستم. شرایط رو وانه بله شرایط رو توی ذهنمون تصور کنیم. خیلی شرایط سختیه. به عنوان یک رهبر هزاران نفر همراهتن، اینجوری بهت گله میکنن، چیکار دیدین؟ شرایط در خیلی شرایط سختیه. شرایط سخت اولیا خدا توجهشون به خداست. توکل راه برات بسته است، پشت سرم راه برگشتی نیست بله. جز مرگ. اینجاست که ایمان شخص مشخص میشه. ببینید توکل هر کسی روایت داریم اتفاقا که توکل هر کسی به خدا به اندازه که یقین و معرفتش به خداست. هر چقدر خدا رو میشناسه برای او توکل میکنه. شاید ما تو گرفتاری هامون اون دست آخر میریم در خونه خدا، بخاطر این هست که ضعف معرفت داریم. خب خدا هم نجاتشون داد دیگه، عصای خودشو به امر خدا به دریا زد، دریا شکافته شد و نجات پیدا کردن دو فرعون و فرعونی ها همه غرق شدن. یه شرایط سخت. پیامبر ما هم توی همچین شرایطی قرار گرفت، شرایط سخت مخصوص. وقتی که تو غار بود، ثانی اثنین از ما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. گروهی که از قریش راه افتاده بودن برای جستجوی پیغمبر رسیدن تا نزدیک قاف. قصه هجرتشون. تو قصه هجرت، بله. اون کسی که با پیغمبر بود خیلی میترسید، خیلی مضطرب بود، خیلی مضطرب بود. چون پیغمبر خدا که نمیشه مضطرب باشه. پیغمبر سراسر ایمان به خداست. او حزن داشت. حزن یه حالت غمی هست که ناشی از معرفت نیست. خیلی. یعنی در آیات قرآن که بررسی میکنیم همچین ویژگی داره. پیغمبر به او فرمودن و میفرمودن، تکرار میکردن که لا تحزن، نترس، غمگین نباش، خدا با ماست، خدا با ماست، ان الله معنا. این دوتا عبارت خیلی با هم فرق میکنه. هر دوتاش توکله. حضرت موسی میفرماید که ان معی ربی، با من خداست، با من خدای من است. ولی پیغمبر خوب دقت کنید میفرماید که خدا با ماست. یعنی وقتی که قدرت لا یزال احدیت رو میبینه اصلا خودشو نمیبینه، اول با خدا شروع میکنه، ان الله معنا. که این درجات توکله و عظمت انبیا هم به خاطر همینه. درجات انبیا به میزان توکلشون به خداوند متعال بوده که خب پیغمبر اشرف مخلوقات عالم و برترین انبیا هستن. به همین جهت هست. حالا چطور این توکل رو تو وجود خودمون قرار بدیم؟ گفتم، عرض کردم خدمتون، باید انسان بشینه فکر کنه، تأمل کنه که اصلا یک کانون قدرت دیگه پیدا میشه اگه خدا نخواد. خدا نخواد این مشکل حل بشه، من زمین و زمان رو به هم بدوزم، آسمان و زمین رو به هم بدوزم، بالا برم پایین بیام، نمیشه. قطعا هممون همچین فرصت رو حالا فرصت اسمش نمیشه گذاشت، همچین واقعی رو درک کردیم، همچین موقعیتی رو درک کردیم که آنچه دلم خواست قرار گرفتیم نه آن میشود، آنچه خدا خواست همان میشود، همان میشود. و بعدم به این نکته توجه کنیم که خداوند متعال اونقدر توانایی داره که با کمترین ابزار، با ساده ترین راه ها بزرگترین مشکلات رو میتونه حل کنه. همونجا تو قصه قار، در همون قصه قار، خدا جون پیغمبر رو چجوری نشون داد، نجات داد؟ با تار عنکبوت که تو قرآن میفرماید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سست خانه عنکبوت، خیلی سست. خدا با تار عنکبوت جان پیغمبرش رو حفظ کرد در شرایط بسیار حساس و بحرانی. نه اینکه اون مأموری که میخواست بیاد بالا، اون دلیل و راهنمایی که رد پای پیغمبر رو دنبال کرده بود بخواد بیاد بالا اونجا مثلا فلج بشه، نه، نیازی نیست. خدا کاراش خیلی عجیبه. این خودش به انسان توکل میده. قصه های قرآن رو آدم بخونه. فرعون اینم یکی از اون راهکارها. بله، فرعون خیلی تلاش کرد برای اینکه موسی به دنیا نیاد. موسی به دنیا آمد، موسی به وجود آمد، آمدن بهش گفتن موسی به وجود اومد، هرچی پدر و مادر رو از هم جدا کردی فایده نداشت.
گفت خب حالا که مادر او حامله شده هر زن حامله رو بکشید. هزارها زن حامله رو کشتن. موسی به دنیا هم اومد، بودن به دنیا آمده، گفت حالا هرچی بچه هست بکشید، هرچی بچه بود کشتن. آخرش چی شد؟ آخرش خدا، ببین کارهای خدا رو، خدا موسی رو تو دومن فرعون بزرگش کرد و یه کار کوچیک. و القیت علیک محبتا من، من محبت تو رو تو دلش گذاشتم، تمام شد رفت. خیلی ساده است کارهای خدا، خیلی ساده است، با کمترین ابزار بزرگترین کارها رو انجام میده. منتها اون توکل مهمه، همیشه قرار نیست معجزه بشه، معجزه باشه. بله، ایمان به این قدرت لایزال خدا که از اون راهی که ما اصلا فکرش رو نمی کنیم، آخه چطور متصوره بچه رو آدم بذاره رو آب رهاش کنه بره به امان خدا. مادر موسی هم واقعا چه توکلی داشت، چه ایمانی به خدا داشت، به وعده خدا چقدر ایمان داشت که ما به برش میگردونیم و به امید خدا نشست و بچه رو روی رود نیل گذاشت، به امان خدا رهاش کرد. این باوره خیلی مهمه که خدا وقتی دستور میده کاری رو انجام بده، آدم با اطمینان اون انجامش بده، یقین داشته باشه به مقصد میرسه. خدا فرمود بهش برش میگردونیم، یه کار کرد خدا. و حرمنا علیه المراضع من قبل، از هیچ زنی شیر نخورد تا اینکه به مادر برگشت. و تمام قصه های قرآن حکایت از همین توکل به خدای متعال داره. در هر صورت نگاهمون به منبع قدرت در عالم و اون تکیهگاه مهمی که باید پشتوانه خودمون قرار بدیم رو باید اصلاحش کنیم. چگونه است؟ آیا خدا محوری است؟ خدا تکیهگاهی است که نام دیگر اون توی لسان شرع ما میشه توکل؟ یا اینکه غیر خداست، حالا خود آدم هست یا چیزای دیگه، که این نگاه برای انسان شادابی خلق نمیکنه، چون خدای متعال در اون هیچ خیری قرار نداده و به مقصد نمیرسونه انسان رو. اینم پنجمین مسئله. بله، مسئله ششم، تنظیم نگاه ما به مسئله رغبت به دنیا هست. به هر حال با دنیا چجوری رفتار کنیم؟ این مسئله هم یکی از اون مسائلی که ارتباط مستقیم با آرامش داره، با مسئله شادمانی داره، خیلی ارتباط تنگ و تنگی داره. ما دنیا رو چجوری بهش نگاه کنیم؟ سه نوع نگاه به دنیا هست. یک نگاه، نگاه دنیا گریزیه، از قدیم بودن در ادیان مختلف در عالم این نگاه ترویج میشد، نگاه دنیا گریزی. مثلا اصل و اساس تعالیم و آموزه های بودا بر مبنای دنیا گریزیه، که هر چی تو دستت از مال و ثروت و مکنت و قدرت دنیا کوتاه‌تر باشه به کمالت نزدیک‌تری. و قصه هایی رو درباره خود بودا نقل میکنن که همینجوری زندگی میکرد. یه نگاه که نگاه باطلیه، در مسیحیت هم هست، متاسفانه در مسیحیت تحریف شده هم هست، همون رهبانیت. و اینکه به هر حال کشیش نباید ازدواج بکنه، ازدواج رو بر کشیش منع میکنه این نگاه، و میگه که ازدواج کردن تعلق نسبت به دنیاست و همه تعلقات از یک روحانی و از یک مبلغ دینی باید مثلا کنده بشه، در حالی که این چنین نیست. در اسلام هم راه پیدا کرد، در اسلام هم متاسفانه راه پیدا کرد. در همون زمان پیغمبر، سه تا از اصحاب پیغمبر کار و کاسبی رو کنار گذاشته بودن، رفته بودن مشغول عبادت شده بودن، زناشون اومدن پیش پیغمبر شکایت کردن که به هر حال اینا رها کردن ما رفتن. پیغمبر اونا رو خواست و توبیخشون کرد، من پیغمبر شما اصلا این کارا رو نمی کنم، من با زن بچه‌ام زندگی می کنم. این رهبانیت باطله، این غلط هستش. در عرفان باطل هم این متاسفانه تبلیغ میشه، ترویج میشه، و قصه هایی که زیاد گفتن و نوشتن از یه عده از انسانهای عارف نما که به هر حال اینا چه زندگی این چنینی داشتن که غالب اینها عوام فریبی بوده. این نگاه یه نگاه اول هست که نگاه باطلی. نگاه دوم نگاه دنیا پرستیه، این که انسان دلداده و فریفته دنیا باشه.
به غیر از دنیا به هیچ چیز دیگه ای اصلا فکر نکنه، اون به دنیا هم چجوری نگاه کنه، نگاه لذت داشته باشه. متاسفانه الان برخی از فلسفه های غرب مبتنی بر همین نظریه هست. من دیدگاه مثلا راسل، کانت و بعضی از این فلاسفه‌ای که بعضی دیدگاه هاشون مطرح هست تا الان در بعضی جوامع، یعنی بر اساس سود مادی بنا شده است. حتی در یه جایی راسل میگفت که برای رسیدن به ثروت، برای رسیدن به یه موقعیت بهتر، اگر چاره ای نداشتی جز اینکه کلاه سر کسی بگذاری اشکالی نداره و این فضیلت است. و این که دیگه زندگی اجتماعی مسالمت آمیزی نمیشه، این میشه نظام جنگل. بله، هر کسی برای رسیدن به منافعش بخواد به حقوق و حریم دیگران تجاوز بکنه، او رو فریب بده و این فریب فریب مقدس بشه، فریب ارزشمند و فضیلت انسانی بشه، که این واقعا خیلی دور از انصاف و مروت. این نگاه، نگاه دنیا پرستی، دلدادگی به دنیا، عشق به دنیا هست که متاسفانه وجود داره. بعضیا فقط دنیا را میبینن، اونم ظاهری از حیات دنیا. این نگاه هم نگاه باطلی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از من اصبح و دنیا اکبر و همه، کسی که دنیا بزرگترین همت او باشه، فقط باید به دنیا برسه. فلیس من الله فی شی، خدا دیگه هیچ کاری با او نداره، او از خدا نیست، خدا هم با او کاری نداره. و الزم قلبه اربع خصال، خدا چهار تا بیماری به دل او میندازه، یعنی گرفتار چهار تا بیماری میشه. یک، همن لا ینقطع ابدا، یک، قصه دائم. آدمایی که عاشق دنیا هستن نه تنها در نشاط و شادابی سر نمیبرن، بلکه گرفتار غم و اندوه دائم هستن. دوم، و شغلن لا ینفرج منه ابدا، و همیشه گرفتاره، همیشه میدوه، آخرش هم میبینه نرسیده سر مقصد اوله، همون پل اول هستش. و شغلن لا ینفرج ابدا، گاهی پناه بر خدا آدم اینجوری میشه، تلاش میکنه، تلاش میکنه، تلاش میکنه، میبینه هیچ کاری پیش نرفت. این به خاطر همونه. و فقرن لا یبلغ غناه ابدا، و یه فقر دائم که هیچ وقت به غنا نمیرسه. و چهارم، و عملا لا یبلغ منتها ابدا، یه آرزوی دیرینه، آرزوی درازی که به هر حال با این آرزویی که بهش هم نمیرسه میمیره، به آرزوهای خودش نمیرسه. این آثار دنیا پرستیه. این دو نگاه، نگاه باطل هست و نگاه صحیح، نگاه دنیا ابزاریه. دنیا مزرعه آخرت است؟ بله، همینطوره. دنیا ابزار رسیدن به کمال، دنیا ابزار رسیدن به سعادت. زهد واقعی هم یعنی همین. اصلا نگاه دنیا ابزاری در آموزه‌های ما میشه زهد، این دل بسته نبودن به دنیا، کار کردن تو دنیا، تلاش کردن تو دنیا، ولی در این حال دل بستگی نداشتن. این خیلی زیباست که آدم در این که از ظواهر دنیا استفاده میکنه، بهرمند میشه، دلبسته دنیا نباشه. زهد به معنای نداشتن نیست. قرآن تفسیر کرده زهد رو. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تفسیر زهد تو قرآن اومده در دو کلمه از قرآن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. زهد یعنی این که اگر که به شما عطا کردیم، ثروت زیادی دست شما اومد، سرمست نشید و رفتارهای سرمستانه نداشته باشید. وقتی عطا میکنیم شاکر خدا باشید. و دوم، وقتی که از شما میگیریم قصه نخورید، ولا تأسوا، اسفناک نشید وقتی که از شما گرفته میشه. این زهده. بعضی ها پول دارند و در این حال زاهدند، بعضی ها فقیرند و در این حال زاهد نیستند. دنیا پرست فقیره، چیزی نداره. پس بنابراین اینطور نیست که ما اگر دیدیم کسی نداره بگیم زاهده. نه، چه بسا دستش نرسیده.
عرضم به محضر شما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل بوده و الا اگر دستش بیاد او هم رفتار قارونی خواهد داشت. و از اون طرف ثروتمندانی هستن که به هر حال با کرامت طبع، با بزرگواری، بدون غرور، بدون تکبر رفتار میکنن. این زهده. زهد یعنی دلبسته نبودن، نه یعنی نداشتن. این گاهی اشتباه میشه تو بله. این مفهوم ما خیال میکنیم اون شخصی که به اسم درویش میخونیمش مثلا چیزی نداره، یه کشکولی به دوش میگیره، این زاهده. نه، این زهد نیست. زهد در واقع دلبسته نبودن هست و الا این نوع سبک زندگی رو خدا هم بهش راضی نیست که انسان دنبال کار نره، دنبال تلاش نره، دستش رو مقابل مردم دراز بکنه. ملعون من القا کله علی الناس، کسی که بار زحمت خودش رو بر دوش دیگران بگذاره ملعونه. آمدن به پیامبر گفتن فلانی کارو رها کرده رفته عبادت میکنه. پیغمبر فرمود خب روزی زن بچه‌شو کی میده؟ گفتن داداشش میده. پیغمبر فرمود داداشش ارزشش، ارزش کار او از عبادت او بالاتره. این نگاه اولیاء خدا به مسئله هست. پس بنابراین یکی از چیزایی که باید اصلاح بشه نوع نگاه ما به مسئله دنیا هستش، که این دنیا رو چجوری ما ببینیم، چجوری باش تعامل داشته باشیم. دنیا ابزار هستش، وسیله است. یه مشکلی هست، حالا سه چهار دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نمیدونم الان مطرح کنم یا بذارم برای فردا. ولیکن گاهی برای رفع نیازهای ابتداییمون توی زندگی، و تقریبا اکثریت مردم متاسفانه همین حالت رو مجبورن داشته باشن، مجبور هستن ساعت زیادی رو کار کنن و این انسان رو از خیلی چیزها باز میداره. خیلی کارها رو دیگه نمیشه کرد، خیلی مشکلات رو ایجاد میکنه. و یعنی اینجوری بگم که گاهن قصه میخورم که برای امرار معاش و بقا و حالا اون حد معمول زندگی مجبورم ساعتهای خودم رو تلف کنم. حالا هرچند درسته که میگن کسب درآمد حلال و روزی حلال همچون جهاد است و از این صحبت ها، ولی خب ای کاش که میشد کمتر کار کرد و به اندازه گذران در آورد. بله، این دوتا مسئله است. یکی همین که شما هم اشاره فرمودید به این که کار هیچ وقت آر نیست و کاسب حبیب خداست، دنبال روزی حلال باشه، ولو این که شرایط ایجاب کرده. به هر حال هر کسی توی موقعیت خاصی داره زندگی، توی کشور خاصی با شرایط خاصی. به هر حال من با این شرایط فعلی هستم و چاره ای ندارم برای گذر زندگی مگر اینکه دو شغله باشم. البته کار بسیار سختی هست و از خیلی از مسائل و رسیدگی های مادی و معنوی به خودش انسان باز میمونه. اگر کسی مجبور شد در چنین شرایطی قرار بگیره، نگاه خوبی باید به این مسئله داشته باشه که داره انجام وظیفه میده، انجام وظیفه میکنه، در وظیفه ای که شرع به عهده او گذاشته، تهیه روزی حلال برای خودش، برای بچه هاش، تحصیل فرزندانش، ازدواج فرزندانش. خب شرایط بسیار سخته، هر چقدر شرایط سخت‌تر باشه یقیناً مزد بیشتری هم خدا عطا میکنه. اون پدری که با سختی و فلاکت پول در میاره پیش خدا، به نظر شما با اون پدری که به هر حال خیلی راحت روزیش رو کسب میکنه، اینا از لحاظ اجر با هم برابرن؟ قطعا اینطور نیست. اجر بیشتر و پاداش بیشتری رو داره. این یک مسئله است. مسئله دوم این که گاهی ما تو جامعهمون گرفتار تجملات هستیم، یعنی اون روح قناعت وجود نداره. یکی از این پارامترهایی که انشاءالله در جلسه بعد برسیم در برایش صحبت کنیم، ارزیابی صحیح از فقر و قناع هست، که گاهی اشتباه میشه، ما تصور درستی از ثروت و فقر نداریم. ثروت و پول میبینیم، ثروت رو ماشین مدل بالا، خونه اونچنانی میبینیم، و فقر را نداشتن، در حالی که این یک تفسیر عوامانه است از فقر و ثروت، یه تفسیر سطحی از فقر و ثروت.
تفسیر دیگر اون اینه که فقر و غنا مال درون آدم هست، مال وجود آدم، درون وجود آدمی هست که حالا انشالله اونو صحبت میکنیم، مرتبط با این پرسش هم میشه. اما اگر بتونن خانواده ها شرایط ایجاب کنه که مقداری با به اصطلاح قناعت زندگی بکنن، از تجمل های زندگی کم بشه و در عوض پدر بتونه بالای سر بچه هاش باشه، یعنی واقعا که سایی داریم که مجبورن برای اینکه امرار معاششون رو بگذارونن، فرد مثلا 6 ماه مجبوره برای یک جای دیگه کار کنه که بتونه اون درآمد کافی رو داشته باشه، تازه با حداقل ها. خب ببینید، گاهی واقعیت رو بذارید عرض کنم خدمتتون، گاهی این 6 ماه کار کردن اضافه کاری رو یا شغل دوم رو همش رو داره میره هزینه کنه برای اینکه یخچال 3 تومانی تبدیل بشه به یخچال 12-13 تومانی. نه، اکثر اوقات اینطور نیست. اینو قبول کنیم. اکثر اوقات اینطور نیست. یعنی اون درصد بیشتری از جمعیت، حالا مخصوصا توی ایران، ساعت‌های زیادی کار میکنن فقط برای اینکه امرار معاش بکنن. بله خب اینم هست. این رو یعنی باید بپذیریم. حالا توی این شرایط بعضی وقتا بعضی از این صحبت‌ها که میشه براشون سخت پذیرشش. حالا روی اینا میخواد باید کار بشه که انشالله. آره، هم رفع مشکل اونها بشه، انشالله خدا به همه اونایی که میخوان داشته باشن بده که بیشتر داشته باشن، که این زمان رو صرف کارهای خیلی بهتر و پرسودتر بکنن. الهیان دستتون درد نکنه جناب استاد، خیلی ممنون. عزیزان بیننده، فرصتمون خیلی تنگه و به پایان رسید، ببخشید دیگه بیشتر از این فرصت نیست. امیدوارم که بحثا مورد استفادهتون باشه، قطعا همینطور هست. فقط بحثا اینطوریه که خیلی جای تأمل داره، باید بیشتر تأمل کنه. دستتون درد نکنه. یا علی دوینده به حرم سر زده، این دل خسته به ذریح شما، رشته زلف من از ازل بسته. ماهر الادان والی اولی، عشق فاطمه مرتضا علی. ماهر الادان والی اولی، عشق فاطمه مرتضا علی. موالاهی بهترین راهی، یه ماه تو قرآن ما مولا، توی ماه تو قرآن ما مولا. تو خود حقی، تو معل حقی، تو فقار، تو میزان ما مولا. ای لسانم علی، دربانم علی، یا علی هیدر، اکر از مد خدا میگه جانم علی، یا علی هیدر، علی هیدر. لا فتا شاهد و کشم، ما رو به طلب.